که در قلب یخی گذشت. بهتون توصیه میکنم از شوهرتون غافل نشید. بله. نکن آقا! ده میگم خالی نکن! چی شده اینجوری داد میزنی؟ آب استخر لجن گرفته بود، گفتم خالیش کنم. چته تو؟ چطور ممکنه جنازه ی حامد تو استخر نبوده باشه؟ من احساس میکنم یه نفر داره منو بازی میده. یه نفر از تمام اتفاقاتی که دور بر من میفته با خبره. چی شده باز؟ دوباره مثل همیشه داره کابوس. چیستا جان؟ داره از طرف هم میره. عجله کنین خدا، بلم کن. شما حالت باشین یه ذره، خواهش میکنم. بچه رفته بودم پیش فرهاد. پیش اون دیگه برای چی؟ اصلا حالش خوب نیست، خیلی به هم ریخته است. من یه فرصت چند روزه میخوام که همه کارا رو سر سامون بدم. من الان به نتایج خیلی نتیجه کارم یه فاجعه هست. مالایی‌ام به از سرده من حذف میکنم. سلام. مطمئنی که برای رضای خدا هر آن چه که لازم است رو انجام میدی؟ بله. این فرهادی که امروز تبدیل شده به بزرگترین دشمن اسلام و مانع ما، و هر که این مانع از سر راه برداره حافظ دین. شما تنها وکیلی هستین که من میتونم بهش اعتماد کنم. چرا؟ الان نمیتونم جواب سوالتون رو بدم، اما مطمئن باشین چرا تو میپاسخ نمیدونه. استاد ازم خواسته فرهادو بکشم، ولی خود این کارو میکنم چون میخوام یه قدم بزرگ بردارم مثل تو. نسیم؟ توی نسیم؟
بله. الو الو، قرار بود کی باشه؟ کجا بودی؟ بیرون. ببینم چند دقیقه پیش تو منو صدا زدی؟ نه شیوا جون، من همین الان از بیرون اومدم. چرا؟ من مطمئنم صدای تو بود. نه اشتباه میکنی. نه من اشتباه نمیکنم، صدای تو بود. شاید خواب میبینی ها؟ چرا من حالم خوبه؟ چرا؟ تو حالت خوب نیست، تو باید بری بخوابی. نه میخوام بخوابم. نه من میخوام همچه پیش تو باشم. خب باشه بمون. سلام، مثل که بعد موقع مزاحم شدم. تنهایی؟ نگران نباش، اونی که الان بعد باش میومدم اینجا زیرا خاکه. یعنی شما هم معتقدین من ایشونو کشتم؟ ببین من اصلا وقت واسه تلف کردن ندارم، الان از همه چی مهمتر برام رمز و اون فایل هست. میخوام کمک کنم. احسن، کمک کن. یعنی بعد از همه اون داستانا و اتفاقاتی که پیش اومده شما دختر خانم بلند شدی اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ بس دیگه، من یه چیزایی دارم که میتونه بهت کمک کنه. یه مالی
اینجا که نمیشه. میتونم بیام تو؟ بیا پسر جون، برات عرق بهار نارنج آوردم، آرومت میکنه. بفهم پس شما درد نکنه استاد. نوش جانت خواهشون. ببخشید استاد، من با حرفم شما رو ناراحت کردم. اختیار داری پسرم، این چه حرفیه؟ تو کار خودت بهترینی، همه کارا رو هم درست و حسابی انجام دادی. فکر نکن کارات بی اجر میمونه، فقط یکم خسته ای. میدونی استاد، من احساس میکنم یه جورایی دیگه نمیتونه. یه جورایی نه، یک کلمه هم دیگه نمیخوام بشنوم. این مثل یه بازی فوتبال میمونه همین جان. 10 نفر تو زمین به هم پاس میدن تا نفر 11 توپو گل کنه. حالا اگر نفر 11 ما سر به زنگا جا بزنه چی میشه؟ تلاش های یک تیم همش دود میشه. مشکل منم هم اینجاست. احساس میکنم یه بازیکن ذخیره بودم که اشتباهی تو زمین میدویده. میدونی؟ زیاد پرسیدن آقا جان ذهن آدم رو مسموم میکنه. تو کارت رو درست انجام دادی، فقط یه کاری باقی مونده که دارم میخواد اونم به سرانجام برسون. جون یه نفر در خطره، باید مثل فرشته موکل مراقبش باشی. تا حالا که نقش فرشته مرگو داشتیم، کدوم بدبختیه که قراره فرشته نجاتش باشی؟ شیوا خواهر. بله بله درست. میخوام حواست بهش باشه و برای مراقبت ازش از هیچ کاری دریغ نکنی. باشه چشم، رو چشم. بلکه تو این ماموریت آخری آمرزیده بشیم. تو برای خدا جهاد کردی امین جان. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خودش یاریت میکنه. باشو برو کارت رو تموم کن. فعلا با عزتون. یا الله.
سلام رفیق. بله خودم. ببخشید دیر وقت مزاحمت شدم. چشم چشم. من از هیچ کمکی مزاحمت نمی کنم. آره آره. خوبه، 8 صبح خوبه. منتظرتم. قربونت. خداحافظ. من میگم تو میفهمی داری چی کار میکنی؟ اصلا داری دنبال چی میگردی؟ جریان رو یه آدرس. آخرین بار در مورد یه آدرس حرف میزد. بالاخره یه سرنخی باید توی نشکار باشه دیگه. بیا اینا رو ببین. این نتایج آخرین رمزگشایی هست. نکسا رو ببین. یه صلیب شکسته که روش یه تاریخه. یه عکس از حامد. عکس یه خرس. کسی بشه. ببین دختر خانم، من چجوری به توضیح بدم؟ اون چی مدارکی که من دنبالش میگردم خیلی مهمتر از این 4 تا نقاشی بچه گونه است. من نفهم مثل که شما دوزاریتون نیفتاد، انگار با هم شوخی داریم. ما این عکس برام خیلی آشناست. یه خرس با یه کلاه سربازی. فهمیدم این ویتسه که دوی جانم ستاره میخواست یه تاریخی به من بده. اون میخواست ما رو متوجه یه واقعه تاریخی بکنه. تاریخ روی این صلیب به پایان جنگ جهانی دوم اشاره داره. ببین خود این صلیب به یه جایی اشاره داره. هرچی هست به تاریخ پایان جنگ جهانی دوم مربوط میشه. آره ولی چیه؟ شاید منظورش قبرستون سرباز هست. قبرستون سرباز ها. آره کجا؟ بریم تو راه میگم. کجا؟ تو راه میگم. بایسته بریم. بله چی شده؟
خونه باید شست. مگه نه؟ اکسارو کی ممکنه گرفته باشه؟ هر چی فکر کردم عقلم به هیچ جایی نرسید. میتونم قسم بخورم که هیچ کس اونجا نبوده. ولی زاویه عکس‌ها یه جوریه نه؟ شاید از قبل برنامه ریزی شده. یه تله برای گرفتار کردن تو. سرنگ، به این دوتا عکس خوب دقت کن. هر دو از یه زاویه گرفته شده. ولی بین زمان این عکس و این عکس جنازه تغییر جا پیدا کرده. این یعنی این که جنازه تکون خورده یا شاید هم زنده بوده. این مسئله خیلی مهمه، نباید علنی بشه، باید مخفیانه پیگیری کنیم. عقاید مختلفی بین گروه های ماسونی وجود داشته، اما یکی از مشترکاتی که بین فرقه های مختلفشون وجود داره تقدیس شیطانه و عقاید شیطان پرستانه. هم استفاده بسیار از نمادها و نشانه های شیطان پرستانه و هم اذعان خودشون به تقدیس لوسیفر. شما میدانید لوسیفر یکی از نام های شیطان. مجموعه این عوامل به ما میگه که ما میتوانیم بگوییم که ماسون ها شیطان پرست هم بودند یا شیطان پرستی در ماسون ها رواج داشته است. اما اینکه چه طرز تفکری و چه عواملی باعث شده که این نگاه در بین لژهای فراماسونرها توسعه پیدا کنه و مفصلتر به چشم بخوره و دیده بشه و نشانهای فراوانی ازش مشهود باشه، این بحث مفصلی است که اجازه بفرمایید بعداً در موردش صحبت میکنیم. این نکته رو ضروری دونستم. ادامه فیلمتون رو ببینید. این رو بگیر، 1940. چهل و یک. نمچه یکی تو اومد اون چی؟ چهل دواره چهل دو چهل و سه دو؟ سه سه هم؟ بیا
خیلی منتظر شدم. همیشه انقدر دیر برمیگردیم؟ شما چجوری داخل شدیم؟ در باز بود. ولی من مطمئنم که در بستم، اونم با دوتا قفل. نمیخوام بپرسیم برای چی اومدم و چرا تا الان منتظر شدم. من تا الان منتظر شدم که بهتون هشدار بدم. میخوام شما رو از یه خطری که در کمینتون آگاه کنم. شما فکر میکنین چه کاری این خانم؟ فکر میکنی کی هستی؟ طالبین؟ وکیل؟ اسپایدرمن؟ کی به شما اجازه میده به اسم کمک به مردم با حساب شما بازی کنین؟ بریم بیرون، درم پای سرتون ببندیم. از پیگیری اتفاقایی که افتاده دست بکش. بگر نه این یه تهدیده؟ نه این یه هشداره. توشه نه یه جنازه، نه حتی یه تیکه استخون. خانم من که نگفتم که شما رمزگشایی کردین، گفتین اینجا اون چیز هست. بله من رمزگشایی کردم ولی ساکت ببیرون ببیرون. بگیر دارو بنداز اینجا. چیه؟